ما از همه چیز خبر داریم. به اون سگه هار جوانشیر بگو هر چه زودتر زن مردم رو آزاد کنه دیگه، وگرنه با من طرفه. بله حتما اطاعت میشه. در پی دستور خانوم سیمسون، سرپاس مختاری جوانشیر را به دفتر خود احضار کرده و با عصبانیت به او میفهماند که باید نهلقا و سمسام را آزاد سازد. توی این کثافتکاری شاهدی نمونه. نمیمونه. پس وطن پرست برای چی؟ بار دیگر کریم مأمور میشود تا محلقا را به خانش بازگرداند. ممنون. سه روز بعد پس از بهبودی نسبی محلقا، از شهربانی او را به دیدار با سرپاس مختاری فرا میخوانند. این دفعه مأموریت داری منو کجا ببری؟ خدمت جناب مختاری. مطمئنی؟ محلقا در ملاقات با سرپاس از آنچه بر سرش آورده اند پرده بر می‌دارد و سرپاس مختاری می‌خواهد تا کریم وطن پرست را ترفیع درجه دهد. به من دست درازی شده. آقای وطن پرست، حسابی حق نون و نمک رو به جا آوردن. نمی‌دونی چقدر برای این دیدار زحمت کشیدن. دستشون در نکنه، هرچی باشه از خودمونه. در اجرای دستور مبنی بر حذف شهود، کریم در بیابان خارج از شهر افراسیابی را به قتل میرساند. من معتقدم که یک مخالف، حتی یک دشمن صادق مثل میرزا رضا، به مراتب بهتر از هزار موافق دروه که با ما باشن ولی در باطن تقیه کنن. میافتیم تو دردسر خانم. شادی که نسبت به عملکرد حکومت بدبین شده و در این حال نمیخواهد میرزا رضا برای اهالی سامان به یک قهرمان تبدیل گردد، به او پیشنهاد میدهد حاضر است در فرار از زندان کمکش کند. میخوام همه مردم بیان بدرقه آمد رضا، میخوام غیرت مردم به جماعت نشون بدم. میرزا رضا در حیات شهربانی با خانواده خود دیدار و خداحافظی میکند. اومدین دون پشدین جلدتون شد. نمیتونه. چرا عزیزم؟ 20 سال دلم پر میکشید واسهتون. میرزا. فرخ که خود را در مقابل میرزا رضا شکست خورده احساس میکند، پیش از اعزام وی به تهران برای آخرین بار میرزا رضا را به اطاعت از فرمان شاه توصیه می کند و قول می دهد قضیه را در سامان فیصله بخشد. اختیار دارین آقای تدیون، این چه فرمایشیه؟ ایرانی جماعت تازه داره مزه هویت ملی و باستانی خودشو می چشه. هویت ما به دو چیزه، مذهب، ملیت. ایران دارن هر دو چه از ما می گیرن. می گیرن؟ کیا می گیرن؟ حکومت و شخص شاه. مشکلات این مملکت با کشف حجاب و جشن‌های فرمالیته حل نمیشه. ما هم اروپایی بشو نیستیم. Thank you.
نورالله کجاییم؟ حاج آقا برسته ای فرمانداری. سلام علیکم. سلام عمیز رضا. آقا راضی به زحمت نبودیم، شرمنده فرمودیم. من دشمن شرمنده باشه عمیز رضا. شما که بهتر از ما میدونیم پار وقت آدم یه کاری برای دل خودش میکنه. بله ملتفتم حاج آقا. بنده و شما عمیز رضا مکلفیم که با اعمالمون یه چیزایی رو به این عوام و ناس تذکر بدیم. خدا سایه شما رو رو سر این مردم نگه داره. اما عزیز ما خودمون میدونیم چقدر گناهکاریم، خیلی گناهکاریم، اما دیگه اینقدر بی‌غیرت نشدیم که جلو چشمون اولاد پیغمبر ببرن زندون ما هم چی هیچی نگیم به ریشمون هم بخندن. نه، هزار سالی که این ملت رنج دیده و محنت کشیده، از عارف و زاهد گرفته تا لوتی و قدار بند، همه به عشق امام حسین هر مصیبتی رو تحمل کرد. انشالله فلاح و رستگاری نزدیکه. عجتون باید بروزه جان. زحمت دادیم وزیفه هست عرباب، وزیفه هست. به حرفا چیه؟ پایون بفرماییم پایین باراتون میارم خودم پشت تیم چه بفرماییم. سلام عرباب. سلام علیکم. بفرمایید خانم. شما بفرم فرمانداری، من میام. بفرمایید. بابا بزار چه به موقع رسیدم. سلام علیکم. حاجی سلام علیکم. سلام سمسان. پس ولت کردن ها؟ دیروز ولم کردن. خدا رو شکر الحمدلله. شنیدم زنت برات سنگ تمام گذاشته، خیلی دوندگی کرده. برو قدرش بدون. دست به دلم نزار حاجی خان، بذار در انظار مردم زبونم بسته باشه. فقط شنیدم رضا رو دارم میبرم، طاقت نیاوردم یه راست خودم رسونم اینجا. احسن فقط یه موقعی بیای میخوام با هم حرف بزنیم. خب جناب یاور بفرمایید آقای تدیان حرکت بدن. بله جاش. مرسی. ببخشید من دیکوکار هستم. یاور امیرزا بهتره شما حتیخان رخصت میفرمایید؟ جماعت معطل. قربون جدت برم زنده باشی و سربلند. برای کی؟ برای مردم، فهمیدی؟ برو به سلامت، خداوند جدت نگهدارت باشن. در ضمن کاری بود مزایقه نمی کنم. نورالله. حالا آقا جون برو هشتی برو بیا یادت نه. میام خدمت. سلام آمیرزا. بهتره دیگه راه بیفتی. یاور جان یه چند دقیقه من فقط مختصر باشه. آمیرزا داشتی بیاری دادا اون خودش گیریه نمی کنه، تو گیریه میکنی. بگیر بس کن بابا. رضا جان جانمو جدت کتا بیا. چی داری میگی سمسانی؟ من به جون جدم قسم میده که با عمله کف کنار بیام. من چه حرفی نزدم، چه میدونم؟ من تو نمیده کل شقی نکن. قرض اینه که تقیه کن، همون خدا اگر تو این کارو بکنی کسی تو این شهر به تو خورده نمیگیره جان این رفیقت. کس کیه سمسانی؟ درد ما درد دینه که دارن از زندگی روزمره مردم حذفش میکنه. من نمیخوام به حبس این جماعت بدتر از یزید بیفتی. از زندگی سیرت میکنم. به خدا شمر و خوری به این جماعت شرف داره. الحمدلله که ما هم اینا رو میدونستیم، شما باور نمیکردی. خب خوبه که ملتفت شدی.
خیلی اذیتت کردن نه؟ میدونم چی کشیدی. ببین سمسامی، بیا و بالا غیرتن خودتو از این حکومت کنار بکش. تا میتونی این کارو بکن. موزمو گرفتم. ببخشید آمیزا جناب سرمسامی، شما اجازه بفرمایید متهم رو ببرن؟ بفرمایید. بفرمایید. اجازه بدید یه لحظه. خواهش میکنم. اون یارم ببینه چی بگم؟ یه آمیزه های دیم. خدا حافظ شما. به سلامت. در پناه خدا. نگرانی هیچ چی نباشید. التماس دعا. خدا میسپارمت. دارم از خستگی هلاک میشم. برو تو عزیزم، یه چای داغ حالتو جا میاره. پس من با اجازت میرم. آقایون بفرمید آقایون بفرمید. کاش همه مردم مثل میرزارضا روی عقیدشون میستادن. ببین همه مردم ناراحتن، حتی بیهجابا. آقای سمسامی، این مردم با رفتارشون، این خانمهای چادری دارن به ما دهنکجی میکنن. بله، اینا هر وقت بتونن به ما و شما دهنکجی میکنن. چرا آقای سمسامی؟ واقعا چرا؟ اونا بابت این دهنکجی هزینه کردن خانم. میرزا رضا، سید علی، خیلی ها. هزینه؟ چه هزینه ای آقای سمسامی؟ من به قدر کفایت برای میرزا رضا تلاشمو کردم. شما که شاهد بودین چرا میفرمایید؟ حالا خودمونیم جناب فرماندار. زنا و دخترانشون چند وقت خانه نشین شدن. غیر اینه جناب سمسام؟ نه والا نه. یعنی چه آقا؟ اصل اجرای به سبیه قانونه. میخواد میرزا رضا باشه، میخواد هر کی دیگه باشه. این چه صحبتیه که میفرمایید جناب فرماندار؟ من خودم با چشمای خودم دیدم خانواده میرزا رضا با چشم گریان رفتن منزل. اینایی که می‌بینی مردمن. با این مردم نمیشه درگیر شد. یه وقت می‌بینی شهر دوباره آشوب میشه ها. حالا از کی تا حالا اینقدر دست به عصا شدی یاور؟ یه زمانی تو این شهر از شنیدن اسم تن مردم می‌لرزی. نفهمیدم چی شد؟ چرا داری قیقاج می‌زنی؟ تو نبودی گفته دستمان دستش نزنن؟ تو نبودی که ترسیده عمامش از سرش بر نداشتی؟ نه که خودت عمامش برداشتی. برو کریم، خر خودتی، منو مسخره کردی؟ مردی که یه حسار رو چی میگی آبا؟ سر من داد نزن. میزنم، هم خوبم میزنم. سب کن ببینم، من گفتم به میرزا دست من نزن؟ اصلا کسی این حرفو باور میکنه؟ من مأمور امنیتی دولتم، نونخور دولت. اگه میرزا رو نامه منو میده عجیبه. برو آقا، برو. دیگه نمیشه این شهر رو اداره کرد. حالت خوب نیست یاور؟ من حالم خوب نیست. حق با یاور کریم. بعد از قضیه سید علی اعصابشون به هم ریخته. باید رعایتشون رو بکنیم. من اصلا فکر میکنم بد نیست یه مدت تشی ببرم مرخصی. حالا چرا ایستادید آقا؟ بفرمایید بشینید. بله جناب یاور، خواهش میکنم آرام باشید. آقای معید، من از شما خیلی ممنونم. خوب از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است.
خوش آمدید جناب سمسمی. آقا بنده قلبا از قضیه شما متاثر بودم. حالا خیلی خوشحالم که دوباره به جمع ما پیوستید و میتونیم زیارتتون بکنیم. لطف عالی زیاد. بله جناب سمسمی. همه ای ما متاسف بودیم. اما خب به هر حال معلوم بود که سوء تفاهم بوده. وگرنه به این آسونی ها حل نمیشد. غیر از اینه؟ چه عرض کنم؟ جناب باستانی، همچی آسونم نبود. مزد زحماتمو دادم. دست همه درد نکنم. خب به هر حال حکومت ممکنه به هر کسی مشکوک بشه. اما مهم اینه که فهمیدن شما از اون قماش نیستید. البته نگفته نمونه که خانم آقا، یعنی محلقا خانم، توی این مدت خیلی دوندگی کردن. من خودم تهران شاهد بودم. اگه انهماک ایشون نبود موضوع خیلی بیخ پیدا میکرد. آفرین. ارباب سمسان خان خودشون تو حبس بودن، اونجا دیدن که چه اشخاصی سالهاست که تو زندون هستن. استاد خانم کاری کردن که مرداش توش میمونن. من واقعا تبریک میگم. از اون به بعد ارادت من نسبت به خانم 200 چندان شد. قشنگ. به هر حال بنده که در غیاب آقای سمسامی واقعا احساس تنهایی میکردم. امیدوارم که به سیاق سابق در خدمتشون باشی. من و سمسام قصد داریم تهران زندگی کنیم. فقط سمسام موسم زراعت میاد اینجا و برمیگرده. ضمناً من در کانون بانوان تهران فعال شدم و از ریاست کانون بانوان اینجا استعفا میدم. اینم استعفانامه. بله. شما باید مشورت میکردین محلقه خانم. پس چه کسی کانون بانوان اینجا را اداره بکنه؟ نه، به هیچ وجه پذیرفته نیست. شما لطف دارین. خیلی ها میتونن. مثل تحمینه سهرابی. اون میتونه جای من باشه. بله؟ نیازی نیست شما تعیین تکلیف بکنید. مهم اینه که مشورت کردن رو یاد بگیریم. و الا آدم که قحط نیست. دقیقاً. تنها چیزی که تو این مملکت قحطیش نیست و فراوونه آدمه. اینطور نیست آقایون؟ بله، الحق که همینطوره. فقط باید مواظب جنسش بود. ببخشید یه لحظه اجازه بدین. شما دارین طعنه میزنی؟ نه خیر، به هیچ وجه. من اینو دارم از قول جناب آقای سرپرست مختاری عرض میکنم. شما نمیدونین سرپرست مختاری یعنی کی؟ یعنی چی؟ والا ما هر جور مساعدتی که میشد کردیم. شما اینجوری دارید به همه توهین میکنید. خیلی خوب سمسام، بهتره که خدافظی کنید. بله خانم، بله. جناب یاور، خدا نگهدار. خداحافظ خان. خانم خداحافظ. خدا نگهدار. آقای محرم از زیاد. آقا کریم، این دو سه روزه سر قله به ما بزن. یه کار واجب دارم. روششم خانم. خب در کارخانه اون آقایون بفرمایید. بفرمایید. آقایان با اجازه. خدا به جنابی آمد. خیلی خوب تمومه؟ بله جنابتان پرست. رویش کنه من بده. چشم، بسیار شیک و آراسته شدیم قربان. دست درده. خواهش میکنم. زهر ما. میگم داد کریم، سیبیلاتو دود داده ای از یه شل که دیگه بشته. آه چه شکلی شدن؟ خوبیه بده؟ نمیدانم بل بینه. چه نرمه، خوشم میاد. بچه پوری دست داده. خواهش میکنم، مغازه ما سهلق به خواد سنه. خواهش میکنم. اسم میدونی ای داد کریم هر کار میکنه بهشش میاد. صد البته. سیبیلاتو بل بینم چه اینجوریه، این دوم موش میمونه. بله؟ این که سیبیل نیه. پس چیه؟ کیبیله. خجالت بکش آقا، چه آدم های خیلی میشن. سلام، خوش برای رده کاری بریم بابا. موسیقی
چی میزنی؟ میلرزی دست هم مردی با این زدنت. چی شد بزن؟ نمیشه نمیتونم. چند لحظه دست نگه دارین لطفاً. آقای محترم، شما دارین فالش میزنین. خانم دستم میلرزه، نمیتونم چیکار کنم. آقای توکلی، لطفاً آقایونو ببرین اون طرف تا لرزش دستشون بیفته. بله. عباد پاشو. آقا عباد بفرم. بفرم. بفرم دو جهبه چیست از خودتون پذیرایی کنین. ببخشید دیگه خانم، چاره‌ای نیست. مهم نیست، باید تحمل کنیم. پاشید پاشید پاشید، جمع کنید. بس حالا براشون یه چاره بزنم کیف کنن. یا ایها الناس، ببینید چه مجلس لعب و لعب اینا به پاکم یعنی جا خبرت سیه شلوغش کرده. خوبه دیگه، دارن عشق میکنن. عشق میکنن تو سرش بخوره. تا اون قواد گوراگوری اون زهرماری تو شکمش نکنه که نمیتونه مزراب دستش بگیره که. اون زهرماری که بابا جو رو شاخشه نمکشه. سه جو زمانه عوض شده. زمانه به جا چی شده؟ رشید برید دنبال کارتون. سگه چه خبر فرمانداری ها؟ اسفندیار یادت باشه تن بابات تو گور میلرزه. بلنشید برید دنبال کارتون. آتش جهنم با خودتون نخرید. بلنشید. چرا اتراق کردین اینجا سرکار؟ بری رد کار تو که بری رد کار تو. بی چشم روی نمک نشناس، شما خودت شاهد بودی چند سال اینجا خوردن ریخت و پاش کردن. وقت موقعی که آقا گرفتار شد بهشون رو انداختم، دریغ از یک قدم. چه میشه کرد؟ همینه دیگه. اگه اشرف اینه که باید قربون هر چی تازه به دوران رسیده است رفت. اصلا مسبب بدبختی های مملکت همینا. دو پشتشون رو برگردین عقب ببینین همشون که دو گشنه بودن. زنی که این نسناس سرش اینه کپ کرده زیر برق، به خیالش ما نمیفهمیم. با امیر پسر زبیوله خان به بهانه مشق موزیک دل میدن و قلبه میسونن. انگار ما حالیمون نیست. آره تو نخشون رفتن. آقا کریم، من تا حالا تو این همه سال به شما زحمتی دادم؟ نه والا، ما جز محبت از شما هیچی ندیدیم. ولی حالا ازت یه چیزی میخوام. دلم میخواد یه کاری کنی که یه آبروی زن که نروک بریزه. من نمیدونم، کاری که جلو پلش رو جمع کنه بری لا دست اون ننه فضولش. من مطمئنم اگه تو بخوای به یه هفته هم نمیکشه. نمیدونستم شما من انقدر دل پوری دارین. منم یه همچین فکر کردم. شما درست میفهمید، حق با شماست. چرا گوشی ساد اینجا؟ برو یه هندونه چیزی برده بیار. کاملا حق با شماست، درست میفهمید. میگم تو رو خدا ول کن این حرفا رو، ما که داریم این تهرون. همین که میگم، من باید تلافی کنم. همش تقصیر شماست. خانم به گردن ما خیلی حق دارن. خیلی خوب، حق داره تو خواست. شما نگران نباشی، به دیده این منت یه کاری میکنم کلاشون هم اینبرا افتاد آفتابی نشن. فقط یه دو سه روزی من بعد دارم تهران رو زود برمیگردم. بعد در خدمت. با اجازه. بیار با. به خانم نمیشد گفت نه. میدونم سخته، ما هم دل کندی. آماده باش، اینجا نگاه کن. آیا عکاس باشی اون دوربین تو بده بیا بجو. بله آقا. اون داخل واسه یه عکس هست چنون بیگه. خانم آقایی بفهمید یه عکس یادگاری داشته باشی. ابیان سو بخ دفهم جو بزن خی. اول شما ابخبو کخیم همون ابخبو. لطفا تکون نخورید. آماده، خواهش میکنم تکون نخورید.
تموم شد. بفهم بفهم بفهم. خوشون بدید باشه. خیلی دلم خواست این مراسم با شکوته برگزار شه، من تو بلانش نذاشت. کی این چیه؟ هر چی رسمی‌تر برگزار شه مثلا بهتره. آره. Je suis fière de toi. Comme toujours. Rien à dire. Il a du génie. Il a du génie. Karim a du génie. N'est-ce pas, Jean? Absolument. Oulala, félicitations, petite sœur. Merci. C'est toi, Aziza. Je t'aime tant, c'est magnifique. On va l'amener à faire quoi? Jérôme, what do you think? It's a good idea. It's wonderful, isn't it? Befam, oui, dis-le. Befam. Monsieur. Ha, merci, merci. مواظب اون لوازم باشید. اشتالی. شما یا قهوه. خانم چرا اونجا بایستید؟ بفهم. اینجا هم دفتر که کامل من فکر میکنم شما با عرضه لباس های ارزان قیمت به مردم کم درآمد در گسترش کشف حجاب کمک مهمی میکنید. بات اگر بتونیم که پارچه ارزان قیمت داشته باشیم. آه ما به شما کمک میکنیم. به شریکت بگو به سفارت ترکیه مراجعه کنه. شاید بتوانیم از ترکیه پارچه های ارزان برای شما تهیه کنیم. Well, thank you. That's great. سلام آقا. Oh, it's tea time. جیران please. بذارش همینجا رو میز. راستی این آگهی استخدامون بذار براتون بدونم. بزرگ. آبره. کارگاه پاریزیان به مدیریت مادام بلانش طراح معروف پاریس به تعدادی دوشیزه یا خانم 18 الی 25 ساله دارای تصدیق ابتدایی جهت آموزش خیاطی و کار با چرخ‌های مدرن و استخدام با حقوق مکفی نیاز دارد. مشعلی چه خبر اینجا؟ خانم اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. همه به نوبت مدارکتون کامل باشه دونه دونه. گروه سنی 18 تا 25 سال. خانم شما اینجا چی میخواد؟ بفرمایید خانم. اشتلی دونه دونه بفرستیم بیان. ساکت. من که نشیدین چی گفتم؟ یکی یکی. ای بابا چی؟ سلام با علیه. اون داره باز کن ببین کیه. داره میره. کیه؟ باز کن باجی. سلام. سلام. شب بخیر. آخ کریم هیه. ها بیا تو. یا الله. ای داد کریم جانم. سلام. چیه؟ باز مثل عجله معلق پیدا شو. یه توک پاپاش بریم مسجد سرخ. مسجد سرخ چه خبره؟ تو زوغم نزن داد کریم. چه کار میکنی؟ بابا دارم راپورت بنویسم. خودت باس ببینی. جانم پاشو. جانم پاشو پاشو. عالیه. ها. شما حاضر کن من زود برمیگردم. باشه. خب. که گفتی مسجد سرخ ها؟ ها. به پاور پی مزفر کثیف. هر جوری هست ولی شده بیر اینجا کارش داره. یعنی من نیام؟ نه دیگه کجا بیا؟ باشه من نیام بهتره خودت برو. پس من میرم پی مزفر. برو. پس کجا میری؟ برمیگردم. خدایا میدانم من گناهکارم، خیلی هم گناهکارم، ولی باور بکن من آدم نکشتم. تو رو قسم به این قرآنه منو ببخش. Thank you.
خدایا تو رو به مقربین درگاهت من نامیده کن. به به چی یاور چی شده؟ ببینم نکنه میخوای جای میرزا رو بگیری ها؟ خب میگفتی اینجایی ترسیدی التماس دعا داشته باشیم؟ گیرم هم که داشتیم از دریای کرم و فضل خدا چیزی کم میشد ها؟ کجا یاور؟ باش یکم با هم اختلاط کنی. دستتو بکش. این رسم هم قطاری نیست. با تو هم یاور. باشه برو. میدونم با چی کار کنم. حیف که یه موقع دستم رو گرفتی. هی سلام باجی. سلام. آخرم گفته با آقا مظفر بیایم اینجا. بیاین تو. بفرم بفرم. باجی. آنیشید رو ته. چش. آخرم گفته ها. مرد شور. آش. پس کو آخرم؟ حالا میا بیشی؟ با ایال خودم. ببین چه نوری رفتم از بازار برات گرفتم. چیه چه اینجا وایسادی؟ نه پس میخواستی برم وردل دوتا ارنود بشینم. نه جونم ما اهلش نیستیم. چرا خوز اول میگی زن ارنود کدومه؟ من خودم بهش گفتم بره پی مظفر بیارتش اینجا. بیاریم تو کار دارم. بفهم آقا مظفر خوش اومدی. بیا اینونو بگی کباب را بنداز نستاتو میمونم ردیف کن بجون. هشو مهمون. او چطوری آقا مظفر؟ قرصی ها رو بکن بی بالا. بیا اینو بگیر. بسر بفهم سه تا استخونه از تو سبت بعد بیا تخ ششان بجو. از وقتی که ماه به ما میرم تهرون تازه فهمیدم که هیچ جا وطن آدم نمیشه. طاقت بیار طاقت بیار. بلین جون بعد ببار چشو جوه بیام ده گل کن. اینجا خوبی آدم نمیشه. بله تهرون تهرون که میگن ها جای بدی نی مردمونش بدن. بازم قربونه برای بچه های خودمون. بری ساقی بره اونجا که درد و غم نباشه. ای جانم قربونش برم خدا خودش میدونه پولو به کی بده به کی نده. مال داشتن یه بر جگر خرش کردنش هم یه بر. آخرین دست و دل بازه مینه میخلونه ها. چی شد حالیه مردی من گشنگی؟ شیش ماهه بیامده بیامده. باجی دست درد نکنن به زحمت بیفتدی. چیه به بربر افتادی مزفتش نه قی میکنی به همین زودی پس دادی ها؟ داشته باش ساقیمون پنچر شد. پنچر یعنی چه؟ یعنی این که دیگه باده در رفت. ببن نیشه تو یه دم بخون واسمون. ساقی گری حال میخواد. به به مطرب بیانتر لوتی میخواد. نمیخواد بابا نمیخواد بخونی. خوش برون دفتر رو بردار از توضیح ها به پشت کف حیات خنک شین. بجم فرستادمش دنبال نخودسی ها. میگم ها حواست پیش منه یا مستی؟ حواسم جمع جمع خوشم با تو. چرا حقه بفتدم؟ ما اون سه چهار رو مفت فروختیم. مفت و مجانی. مفت آره
از وقتی فهمیدم دارم دیوونه میشم. خوراکم شده این عرق کوفتی که بخورم و یادم بره تا صبح بتونم راحت بخوابم. از کجا فهمیدی؟ بابا داد میزنی. تهرون بگو چطور؟ چطور؟ آخه من مأمور مخفی شدم. امر شد که بریم خونه یه جهود عتیق فروش رو تفتیش کنیم. بگو خوب. جون من. خوب خوب. وقتی اونجا رو تفتیش کردیم سکه های تو رو اونجا دیدم. فکر کنی چند تایی گفتی؟ چیم دونه؟ 200 ده نده 50 تا. وقتی طرف و زیر شلاق سیاه و کبودش کردیم مغر اومد که 50 تا سکه رو خریده 5000 تومن. ملتفتی؟ جون من راست میگی؟ آره. میدونی با 5000 تا چند تا خونه میشه تو تهران خرید؟ وقت ما 200 تاشو مفهادیم برام. ساره ای خونت خراب نشه داد بیچارم کردیم بدمخت. بله ما داریم توان نابلدیمونو میدیم. آدم نابلد باید ضرر بده تا یاد بگیم. این هم که به قول رضا شوپر پنجره. چی شد مظفر؟ ساکتی؟ بگه ما این عتیق فروشیه چی شد؟ یه وقت لونری ما. نه بابا گفته از یه فرنگی خریده. ای توف این وقت تو اقبال ای بناباش آدم نداشته باشه ای گنجم پیدا کنه از چنگش در میاد. حالا کجا داری میری؟ برم حالم خوش نیست. وایس بابا کارت برم. غذاتم که نخوردی. ول کن بابا اونا رو. همه زمینو گل کردی که. مظفر ببین آقا مظفر کریم امروز با کریم دیروز فرق داره. 50 تا سکه رو میتونم برای 2000 تومن اسکناس کنم. نامرد مگه دروغ بگه؟ دکو سکه چه کشکی چه پشکی چرتم پاره کردی. خلاصه خود دانی. برو به سلامت. شما برو شلاس. برو اون بطریم وعدشی بردی. برو فردا برگرد کارت دارم. آن چشا خفتشونو ببرم. چه عجب کورگون به مرگ شده. چه حالا جلو غریبا واسه ما دفاع در میاری؟ پس چیه زله شده؟ چه تشاخشو نمیکشی ضعیفه؟ آدمزاد از آهن فولاد که نیه. کو باشه خاک میشه. حالیه واسه من کنی زواج باقر نشو. برو تو اینقدر قر نزن. دی قر نزنیم که قنباد میگیره. عوضش پول رو پول میذاری. دی ما نخوایم به کی بگیم؟ لال شم ای دروغ بگه. بعد یه ای ما برگشته ای یا مثل بند تنبون کوتا در میری یا این جماعت بد ترکیب و ریسه میکنی پی خودت میاری اینجون. خب کار دارم. همینه که میگی خیفتشون رو ببرن برای من کاره. خب نمیگی این زن بیچاره مثل سگ جون کنده دست تهنایه؟ یه پاش فرمونداریه یه لنگ شربونی خیاط خونم که قوز بلاغوزه. خب نمی کنی یه خسته نباشید خشک خالی به آدم بکنی؟ ده ناحق میگی زن. من که تهرون نمیرم پی عیش و نوش. والا منم مثل سگ دو میزنم. شغل من اینه. یکی نیست به این دولت لاکردار بگه آخه به ما چی که مردم چی کار میکنن؟ به هم چی میگن؟ کجا میرن؟ کی میره مسجد؟ کی میره عزبخونه؟ شغل من اینه که تو این شهر سرکشی کنم بفهمم چه خبره. راپورت بنویسم. بشین یه خط بنویس ببین چه کار سختیه. والا بلا سگ درشکه چی بودن میارزه به این کار. ده تو راپورت میخوای؟ بیا پیش خوده. به من میگن عالی مفتش کابل اخبار منه. ده بیا تا بشت بگم تو شهر چه خبره. کی با زنش نمیسازه کی زنش پالونش کجه. تو نمیخوای پیش من باشی هی در میری. داری لا تایلات میگی. میخوای تاخت چه بالا بذاری. بنال بینیم زن باید از شوهرش چیکار کنه؟ اطاعت کنه. یار دستش لغوه داره نمیتونه ساز بزنه. بشش عرق میدن که دستش جون ها گیره. اینه که خودم با خبرم. خب دیگه خوبه قپینه یا حواست کجاییه؟ تو هنوز منو نشناختی. شناختمت زیر سرت بلند شده. تو شهر چوب انداختم کریم تهرون زن ها گرفته. همه میگن تا تنبونش دوتا شده. همه غلط کردن با تو. تو که من نمیخواستی پس چرا گرفتی؟
گرفتی خارم کنی، انگشت ما خلایقم کنی. نه که انگشت نما نبودی، با این حرف زدنت رو تو برم سنگ پا قزوینه. عوضش خودم بوده، صد تا مثل تو دنبال موس موس میکرده. اونجور انگوش نما بودن شرف داره به اینجور مخصر شده. دیگه داری کفرم رو در میاری یا تو از وقتی با منی شدی عالیه خانوم، عالیه خبرچین، عالیه خیاط، از دو جا مواجب میگیری. یعنی نگاه به خودت بنداز ببین چقدر فرق کردی. بابا تو نفهمی، یه تختت کمه، نمیفهمی چی میگی. مردم بخیلن، حسودن، چش ندارن ترقی منو تو رو ببینن. اینو یادت باشه، تو این شهر من از همه مهمترم، از همه. فرماندار، نیکوکار، معید، آقای قاضی، همه مثل سگ از من میترسن. من اینو از مردم پنهون کردم، ولی خب بعضیا فهمیدن و از رو غیظ و حسادت دارن برای من حرف در میارن. یه آدم ساده ای مثل تو باورش میشه. میگیریمم شد، درست زن عقدی منی. هر وقت دلم خواست میتونم دوباره زن بگیرم، به هیچ کسم مربوط نی. اوه کی؟ پشبم با خیال کردی چشا تو اون زنی که بخوای بگیری را کاسه در میاره. چه زری زدی؟ به رود خندیدن خودتو خراب کردی. آره برای من عطفور در میاری؟ چه اون رخت رو پوشیدی یا او برد داشته؟ تو رو یابو برداشته، همون که گفته رخت بخت نمیاره، آدمیت هم نمیاره. ای دردوی چشت درده، میگن زنها رو نمیشه شناخت، علاج زن تو سریه. آزه میفهم که چرا سمسام صبح به صبح محلقه رو این بس به شلاغ ناشتا. بیا اینجا بینم ضعیفه. باستا من قده به بره جادو کریه تا اون روی سگ مادر بردی. زنی که یه نفر آزه اینکه یه رومن نون بخوری و هزارت صدقه بدی، خدا رو شکری واسه من زبون در آوردی. ها چه دردت نمیاد؟ پوستت کلوب شده؟ میخوای باقالی گردنم بشی؟ میخوای خونجه جرم کنی؟ سرد تخمه هم ببندی به اون چونه تو؟ هی مخ منو بخوری؟ این فیتیله رو از گوشت بیرون کن، مرد با هزار تو زن. زن که نباده به زمون درازی کنه، زن باده مردش اطاعت کنه. شاید مصلحت من باشه که زن بگیرم، شاید به نفع جفتمون باشه. تو که کنه من سرده نمیاری زن؟ نباید هم سرده بیاری. بیره نه که فکر کنی خاطر خاطم، نه نیستم. میتونستم توی خواب خفت کنم، میتونستم تو قضات سر بریزم. ای به پادشستم به قادر طولته قبه من رم نمی کنی. نکن نکن قبه این رم کن. ای خدا چرا من خفت نمیسته؟ چی گفتی؟ طوله؟ یعنی بچه؟ بابا لام هستم. خب چرا زودتر به من نگفتی؟ بابا کل خر میگفتی الان کتکت نمیزدن. ببینم صورت ببین دست نزد، بخواهم من از شهر خراب شده ببر. خیلی خوب باشه میبرم، ولی حالیه جون الان که نمیتونم. بذار برم خیرون یه زار زندگی به هم بزنم بعد میبرم. الانم یه آبی بزن به صورت خوش بیاتون. اون تقصیر خودت به من نگفتی. ای خدا ای خدا ای کاش مجاقه بور بود. الان تو دو شرایطی هستی که باید شیشتون گواهت جمع باشی. بله استاد. یعنی چی؟ یعنی پشت سرتم باید چش داشته باشی. بله مستحضر هستم استاد. مستحضر جنم مستحضر این تو کله ما نه مستحضر. سلام آقای مدرم داره. سلام سلام آقا مقید خوبید؟ بله استاد. میگم داد کری شما بفهمید استاد من خدمت میرسم. ساعت دفعه گفتم این دور برای ساخت رو نزمی باز اینجا چیکار میکنی شما؟ یه چه یه چاقو کشم گرده نگم کلافته. برید پی برید پی این دور برای باید نسید جانه بازی یادت نه چشت چی شده؟ شپش بگیر تو بابا ساس داده دیوانه یه بسته. به نظر من که تمرین خوبی بود. بله بهتر میشه. امیدوارم. من که خیلی خوش میدم. وقت دو دفعات بره بالا تا نتیجه برسیم. آقایون خسته نباشید. ممنون. خدا نگهدار.
سلام 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 آقای بهتر پرست بله بهتر که در سطح شهر با اینا مرتبط نباشه بله سلام سلام جناب فرمانده روزتون بخیر تشکر میکنم جناب فرمانده تشریف دارن بالا هستن بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید داخل پذیرایی جماعتی بی ملاحظه‌ای هستن. خب میگفتیم خانم من جدا از شما ممنونم. چرا؟ شما برای مردم شهر خیلی زحمت کشیدین. زحمت؟ من فقط به عقاید خودم احترام میذارم. درست مثل این آقای میرزا رضا تدیون که روی عقایدش پافشاری میکنه. شما به من و این جماعت اعتماد به نفس دادید. خوشحالم. چون تنها ضعف مردم ما نداشتن اعتماد به نفسه. مشکل ما اینه. بله همینطوره. متاسفانه مردم ما نمیدونن که چه قدرتی دارن. اما ریشه همه بدبختی ما فقره. این فقره که اعتماد به نفس رو از بین میبره. بله. به همین جهت انگلیسی ها عقیده دارن که مردم ایران رو باید گرسنه نگه داشت. به همین دلیل خیلی از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجات ملتاشون از فقر و فلاکت ایجاد جامعه بی طبقه است. یعنی جامعه که تو اون تمام مردم با هم مساوی و برابر باشن. خیلی جالبه. یعنی تازه متوجه اهمیت سوسیال یا جامعه شدن. مثل روسیه شوروی. بله. مثلا شما به نوازنده های بومی این شهر نوت یاد میدید و در واقع اطلاعاتتون رو تقسیم میکنید. روزی که اونا نوت یاد بگیرن تو زمینه موسیقی میشن مثل شما. حالا فرض کنید که همه چیز دنیا به سویه بین آدما تقسیم بشه. خب در این شرایط آدما به هم نزدیکتر میشن. به نظر من این اقدام شما قابل تحسینه. سخاوتمندانه است و فوق‌العاده است. لطف دارین، مرسی. دارین مبالغه میکنین. این طورام که میگین نیستم. اختیار دارید. واقع عرض کردم. خواهش میکنم. اینو برای شما آوردم. بهتر مطالعهش کنید. مجله دنیاست. حتما. خیلی دیده نشه بهتره. باشه. پایزتون. خواهش میکنم. تو رو خدا بفرمایید. خواهش میکنم. ملاحظه فرمودید استاد. بلی بلی. چیزی هم دستگیرتون شد؟ چه جوره؟ به قدر کفایت. بریم راجبی صحبت میکنیم. سلام آقای معید. سلام جناب فرمانگر. چطوری آقای معید؟ سلام هستید. آقای معید، شما تازه الان دارین مواجه میشین؟ بنده کمی قلبم ناراحت شد. بل. تو سرسرا معطل شدیم. امیدوارم زودتر حالتون خوب بشه. خب آقایم بفهم باز که شفش میکنیم بابا بهت که میرسو خلا خفه یه دقیقه بانی آقا نگاه اونجا رو نگاه کنی میگم خدا قسمت کنه مینه خودمون تو نخشونی به چه یک ساعت دیوانه پیشرفتشون خیلی خوبه خیلی با انگیزن البته قراره بزدید زله شده من دست این مردم شما متوجه نگاهشو میشید نه؟ بله معلومه منم متوجه میشم یه جوری نگاه میکنن نگاه گناه کبیره کردی چیه؟ بسه یه ساس ببخشید آقای توکلی خانم تدیان حدیثی از پیامبر صلی الله نقل میکردن که نباید آدم خودشو در مزان اتهام قرار بده در قرآن مجید هم اومده بله میدونم البته ناراحت نشینا شما هم بی تقصیر نیستین الان هم حرف زدن ما در ملای عام اصلا جایز نیست نفیسه جون حالشون خوبن؟ خوبن خیلی ممنون سلام برسونیم بهشون بچه گوش کنیم میخوام کنفش کنیم طوری که همه شهر حالیشون شه ما خودمون این کاره ایم قامت نباشه قربان شما خدا میگم دیو زمان عوض شده نه بچه کاش چطور مگه دادا سلام تحکلی سلام آقا سه یه زمان چطوری؟ قربان شما نسوان خاطرخواهی لوتیا و قلندرهای سیبیل از بنابوش در رفته میشدن و
باستونا ناسو اشوه میامدن، اما حالا چی؟ خاطرخواه این جوجه فوکولیا و مطربا میشن. خدا بخت ما رو دبا کنه که نه قلندریم نه مطره. اینم حرفیه نه آقا امیر. حالا کی خاطرخواه؟ ما میشه آقا امیر. ببخشید متوجه نشدم چی گفتی؟ در رو مر بینم آن لفظ و قلم حرف میزنی، حق داری. اگه منم جا تو بودم بعد از اون همه ساز و ضرب و اشوه الان حواسم جاش نبود. نه بچه ها حرف دهنتو بفهم لات بی سر و پا. خجالت نمی کشی مردم؟ نگاه کنین کی حرف از خجالت میزنه. تو روز روشن جلو چشم مردم بیناموسی میکنه، گذرنین به زبان داره و برای پیکارت چی؟ بابا یه شدای توکلی ببرمه جون تقبیل دیگه. این سازو بگیر. تو چی کار کردی؟ یه امو مانه میزنی مانه میزنی ای وای خدای من کشتنش. لطفا بیاییم بیرون، امیر رو کشتن. کشتن؟ کیا؟ سه نفر دارن تو میدون میزننش، بیاییم ببینی. کشتن؟ من میرم پایین. برو برو بجا وحشی هایی هم کشتنش. که این افتادن بیتونه ها؟ ها؟ نمیدونم بله آقای وطن پرست. بله قربانم. بی زحمت برو به این وضعیت فیصله بده. اصلا آدم توهین میکنن که علی کلفتی هم میکنن. یعنی چی؟ همینجوری؟ علکی که نیست، حتما یه علتی داشته. دست شما درد نکنه. وقتی شهر یه شهربانی درست حسابی نداشته باشه نتیجهش میشه این. حواست به حرف زدنت باشه. شهربانی کارشو درست انجام میده. باور نمیکنید؟ بفهمید ببینید. بفهمید. من چرا باید بیام شهربانی؟ ده عجیبه. واقعا عجیبه. عجیبه؟ من فقط باید این بدبختا رو ببرم؟ دعوا دو طرف داره. نمیدونستی؟ آقای وطن پرست. اینا که معلومه چی کارن، این که دیگه تحقیقات لازم نداره. آقای توکلی رم که همه میشناسن. عسقری این اساسا رو بر تحویلش بده. ببینم چاش قاب یافتین حیفن اونا. یالا قانون منو شما و آقای توکلی رو این بدبختا رو نمیشناسه. بندم دارم طبق ضابطه عمل میکنم، شما که واردی. واقعا که مسخره است. قانون حامی اوباش میشه، اون وقت میگین قانون باید به سبیه اجرا بشه. حرفو داشتم شما نیست مشکلم حل میشه. بفهم بفهم بفهم.
بین تو که مطلق باره مردم اسقری الان که رفتیم تو حبس میفهمیم مزده یه مطلق بار کردن چیه اسقری ببرشون محبس رفتن جلو اینطور که نمیشه داد کریم دعوا دو سر دارم مگه نه جواب آره بیرون حرف بزن یالا آره بیرون شما بفهمید شما بهتره بعد از این با اینجور آدم ها سرشاخ نشین در شأن و شخصیت خانوادگی که شما نیست میتونید تشریف ببرید بله مرسی پای زد مرسی جناب یاور مرسی آقای وطن پرست خانم مستشار نیام بله اونجا جلوی چشم مردم من مجبور بودم برخورد بکنم و همه رو بیارم اینجا ملتفتید که بله این آقا هم بهتره نصیحتش کنین این طرز رفتار درست نیست ممکنه دفعه بعد شما وجود نداشته باشین که به دادش برسین بله مرسی خدا نگهدار به سلامت یه خود صبر کن الان بله یاور وقتشه که بیگ دلی رو منتقلش کنیم باید تبعید بشه نامشو می‌نویسم شما امضا می‌کنید